پلیس مجارستان با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آبپاش سعی در متفرق کردن مهاجرانی کرد که ضمن برپایی تظاهرات خواستار عبور از مرز و ورود به این کشور بودند. این تظاهرات در دومین روزی برگزار شد که مجارستان تصمیم به بستن مرزهای خود به روی پناهجویان گرفته. همزمان با این درگیری‌ها، وزیر خارجه مجارستان در پیامی از بسته شدن 30 روزه مرز روسکه میان این کشور و صربستان خبر داد. در حال حاضر صدها نیروی پلیس ضد شورش که توسط نیروهای نظامی ضد تروریست و خودروها و تانکهای نظامی حمایت می‌شوند در مرز روسکه مستقر شدند. پلیس مجارستان در گزارشی ادعا کرده که پناهجویان خشمگین سعی داشتند از سیم‌های خاردار در مرز عبور کنند. مجارستان از روز سه‌شنبه با بستن مرزهایش اقدام بازداشت ده‌ها مهاجری کرده که به گفته آنها سعی داشتند با عبور غیرقانونی از مرزهای این کشور به سمت اروپای غربی پیش روند. پلیس مجارستان نیز از بازگشایی پرونده کیفری علیه 35 تن از افرادی خبر داده که به دلیل عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شدند. گزارشگران در محل میگویند که پلیس مجارستان در برخورد با گروهی از پناهجویانی که با بریدن سیم‌های خاردار قصد عبور از مرز را داشتند، از اسپری فلفل استفاده کرده است. پیشتر وزیر کشور جمهوری صربستان از مجارستان خواسته بود تا مرزهای خود را به روی مهاجران بکشایند.